از شروع سال جاری تا کنون بیش از 2000 واقعه جرمی در دادستانی استیناف ولایت هرات به ثبت رسیده است. با گفته این مسئولان ریاست دادستانی استیناف ولایت هرات، تا کنون بیش از 2,500,000 افغانی جریمه نقدی نیز از افراد مجرم در این ولایت طی سال جاری به دست آمده است. با گفته این مسئولان بیشترین جرایمی که پرونده های آن در دادستانی استیناف هرات بررسی شده، شامل سرقت، حادثات ترافیکی و قاچاق مواد مخدر بوده است. از آغاز امسال الا 15 قوس سال جاری ما در حدود بیش از 2000 واقعه جرمی ثبت دفاتر سارنولی در مرکز و ولسوالی ها شده که خوشبختانه اکثر از اینها حتی فیصله های ابتدایی و برخن فیصله های استیناف و تعدادی هم حتی نهایی و قطعی شده. در کل چیزی که من خدمت شما عرض میکنم، اول از جریمه های نقدی اگر شروع بکنیم، بیش از 2,500,000 افغانی جزاهای نقدی بوده که از سارمالی های مرکز از نظم متأمین استحصال شده و به حساب عواید دولتی وارد شده. با اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این مسئولان، در سال جاری حدود 50 مورد پرونده فساد اداری نیز در این دادستانی به ثبت رسیده است. در حدود 50 واقعه جرمی فساد اداری داشتیم. خدمت شما عرض بکنم از سطوح مختلف، حال ممکنه رئیس بوده باشه و تا پایین رتبه ترین افراد. تعدادی از اینا که جرایم از اینا مشهود بوده تحت توقیف قرار گرفتن، تعدادی هم تحت تحقیق قرار داره و مطمئنن که محاکم محترم مربوطه ما با همون حساسیت حکم عادلانه خور به ارتباط از اینا صادر میکنه. ما از طریق پل ارتباطی که بین شهروندان برقرار کرده بودیم تقاضایی داشتیم تا شهروندان هر گونه شواهد و اسناد که دارن میتونن در اختیار مقام ولایت هرات قرار بدن که ما او را از طریق ارگانهای عدلی قضایی مورد پیگیری قرار بدن. خوشبختانه چندین موارد به اون مواصلت کرد، اقدامات صورت گرفته. رئیس دادستانی استیناف ولایت هرات همچنان تاکید دارد که در سال جاری 563 تن از محبوسین زندان مرکزی هرات شامل عفو فرامین ریاست جمهوری شدند و در کنار آن در مدت زمان حبس 323 نفر نیز تخفیف آمده است. بر اساس مواصلت فرامین مقام عالی ریاست جمهوری که به مناسبت‌های مختلف صادر میشه، تعداد زیادی که واجد شرایط بودن از این فرامین استفاده کردن، چیزی که من یادداشت گرفتم در حدود 563 نفر در طول امسال از مزایای عفو برخوردار شدن و در حدود 323 نفر هم از مزایای تخفیف برمن شدن و چیزی که برای ما گفتند بیش از 2,800 نفر فعلا ما محبوس داریم. قابل یادآوری است که در سال گذشته مجموعاً 2,500 رویداد جرمی ثبت دادستانی استیناف ولایت هرات شده بود، اما مسئولان این دادستانی تاکید دارند که نظر به فعالیت‌های بیشتر نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی هرات، ثبت آمار جرایم در سال جاری بیشتر از سال قبل خواهد بود.